به مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: از اتهام فرستادن تروریستان تا شراکت با آیسای پاکستان، افغانستان در یک اقدام بی سابقه با سازمان استخبارات پاکستان موافقت نامه همکاری در مبارزه با هراس افغانی امضا کرد. این اتفاق نامه تمرکز اصلیش روی مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم. انتحار در جاده پاسخ صلح‌خواهی یک طرفه. در یک حمله انتحاری در جاده هواشناسی کابل، 3 تن کشته و 23 تن دیگر زخم برداشتند. شاگرد نمیجا بود، شیشه گرفتش، زخمی شده. در بیشتی زخمی هم دید، دو نفر انجونی عرب شهرت بسید. باجدهی نظام و جسور شدن گروگانگیران. نمایندگان مجلس میگویند اگر حکومت تن به معامله با گروگانگیران بدهد، هراس افغانان جسورتر خواهند شد. دلته د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نه ده موجوده. کشفي ارګانونه ډېر ضعیف دي، یعنی دوی د دښمن د توطیو د دښمن د خبر پروګرامونو نه هیڅ خبر نه لري. په ګډه سره ټول امنیتي ځواکونه د لویو لارو امنیت خوندي کوو او دا زموږ اساسي و. و واکنش ها به محکومیت مرسی به اعدام. عمران خان میگوید مصر باید از پاکستان بیاموزد. به نام خدا و شب شما بخیر. افغانستان در یک اقدام بی سابقه با سازمان استخبارات پاکستان موافقت نامه همکاری در مبارزه با هراس افغانی امضا کرده است. منابع به طلوع نیوز میگویند این موافقت نامه در روزهای اخیر به امضا رسیده و هر دو سازمان استخباراتی را متعهد به شریک سازی اطلاعات و انجام عملیات مشترک در برابر دشمنان هر دو کشور می سازد. این در حالی است که سازمان استخباراتی افغانستان همواره آیسای پاکستان را متهم به همکاری با طالبان و شبکه حقانی کرده است. بر بنیاد این تفاهم نامه، سازمان استخبارات نظامی پاکستان نیروهای امنیت ملی افغانستان را آموزش و تجهیز می کنند. هر دو طرف از متهمان رویدادهای هراس افغانانه بازپرسی می کنند. استخبارات افغانستان و پاکستان با جدای طلبان می جنگند و هر دو نهاد با سازمانهای استخباراتی دشمن مبارزه می کنند. این تفاهم نامه در روزهای اخیر امضا شده است و از جانب افغانستان معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی این تفاهم نامه را امضا کرده است. این تفاهم نامه از سوی ریاست عمومی امنیت ملی با سازمانی امضا می شود که در سالهای اخیر بیشترین انتقاد را از این سازمان داشته است و افغانستان همواره این سازمان را در شعله‌ور ساختن آتش جنگ در افغانستان متهم کرده است. سخنگوی رئیس جمهور این تفاهم نامه را برای مبارزه با هراس افغانی یک نیاز می داند. امضای چنین تفاهم نامه بین افغانستان و پاکستان یا بین ادارات استخباراتی دو کشور چیز تازه نیست. سالهای قبل هم چندین بار چنین تفاهم نامه امضا شده بود و ای بار این تفاهم نامه تمرکز اصلیش روی مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم است. در هفته پیش رئیس سازمان استخبارات نظامی پاکستان نیز یکی از مهمانان کاخ ریاست جمهوری افغانستان بود. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که افغانستان اکنون یک سیاست متحرک دارد و افغانستان و پاکستان از تهدیدهای مشترک امنیتی رنج میبرند. امروز سیاست خارجی افغانستان یک سیاست متحرک است. هر دو کشور با خطر مشترک روبرو هستند و هر دو کشور باید این خطر را درک بکنند. در 13 سال اخیر پس از هر حمله ای در افغانستان، نخستین انگشت انتقاد حکومت افغانستان به سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان بلند شده است. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، ظاهرا این رویکرد تغییر کرده است و پاکستان خودش را دوست نزدیک افغانستان میگوید و دیده می شود که افغانستان نیز کلید گم شده صلح این کشور را با مخالفان مسلحش در خاک پاکستان جستجو می کند. برای بحث بیشتر مولانا فرید اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای فرید. تشکر. حالا یکی از بندهای این توافقنامه ای است که آیسای عملا نیروهای امنیت ملی افغانستان را آموزش میده و تجهیز میکنه. معنای این چی میتونه واقعا باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. و خبری را که امروز از طریق تلو نیوز به نشر رسید و از طرف حکومت افغانستان هم تایید شد، به ارتباط همکاری استخباراتی پاکستان و افغانستان، فکر کنم نه تنها ما بلکه اکثر اتباع افغانستان
چه در داخل افغانستان چه در بیرون از افغانستان شوک زده شدن. ببینین همو قسمی که در گزارش شما تذکر یافت، عادت بر این بود در افغانستان و واقعیت هم همین بود که تا امروز حتی جنرالان ما در جبهه جنگ هر حرکت غیر متوازن جنگی را که مشاهده میکنند و میگویند که عاملین استخبارات آیس‌آی پاکستان این عمل انجام دادند و یا لشکر آیس‌آی بانی ناامنی خشونت انسانکشی در افغانستان هستند و یا دست آیس‌آی زیر سر تمامی ناآرامی ها در افغانستان وجود دارد. طالبان و دیگر گروه های ترورست ساخته و پرداخته دست آیس‌آی پاکستان هستند. وقتی که گپ از این قرار است، من نمیدانم که حکومت افغانستان از طرف آیس‌آی چه چراغ سبزی را دیدن که با آیس‌آی قاتل مردم افغانستان، قاتل اردوی افغانستان، قاتل آبادی و ثبات افغانستان پیمان همکاری استخباراتی را امضا کردین. آقای فرید، سوال این بود که وقتی آیس‌آی بیاید و نیروهای امنیت ملی را آموزش بده، اینجا دیگه شما کلید خانه را به دست پاکستانی ها دادین، اونم به یک سازمان نظیر سازمان استخبارات پاکستان آیس‌آی که خیلی هم قوی است و در افغانستان گفتم میشه پیش از اینم ریشه داره. همینطور نیست که کلید خانه را واقعا مسپار حکومت افغانستان به این کلید خانه را هم از یک طرف یک کلیدش که طالب جنایتکار است در دست پاکستان بود و کلید دوم هم که حکومت وحدت ملی افغانستان است، این هم در دست پاکستان است. به این معنایی که ما دزد چوپان گرفتیم، گرگ چوپان مردم افغانستان گرفتیم، خانه افغانستان گرفتیم. بناهن ما آینده همچه توافقات را خوب نمی بینم. اگر حکومت افغانستان واقعا کدام چراغ سبزی، کدام همکاری است سازمان استخباراتی پاکستان تا امروز دیده است که به حال امنیت و فعلی و آینده افغانستان مفید است، یک بار لطف کند و مردم افغانستان توضیح بدن. ببینین اگر ما میگوییم که پاکستان افغانستان قربانی تروریسم هستند، پس خواستن همکاری صلح از پاکستان چه معنا دارد؟ وقتی که پاکستان قربانی تروریسم است، به این معنی که طالب هم پاکستانی را میکشد، هم افغانستانی را میکشد. آقای فرید، حالا در بندهای این توافقنامه آمده یک این موضوع که آیس‌آی امنیت ملی را آموزش میده و تجهیز میکنند نیروهایش را، هر دو طرف از متهمان بازپرسی میکنند و هر دو طرف با جدای طلبان میجنگند. در این حال هر دو سازمان استخباراتی با سازمان های استخباراتی دشمن مبارزه میکنند. اینها واقعا خیلی گنگ و مغلق است. افغانستان چی چیزهایی را به دست میاره و چی چیز را در حال از دست دادن است با این توافقنامه؟ فکر میکنم که پاکستانی های قزرنگ هستند که هیچ وقت سر خود عریضه نمیکنند. ببینین اگر ما هر قدر مجرم سیاسی، مجرم جنگی داریم، دستش در دست پاکستان است و تربیه یافته مکتب آیس‌آی است. پس بنان آیس‌آی به سرنوشت ما مسلط شده است و شاید تمامی جنایتکارا را علاوه بر اینکه برای ذمه اعلان بکند، همچنان راهنمایی خوبتر و بهتر میکند اونا را به خاطر کشتن مردم افغانستان. حالا در این طرف حکومت وحدت ملی واقعا چه میخواهد با این مسئله امضا کردن یک چنین توافقنامه ای که لااقل در 5 سال گذشته در دوران حاکمیت آقای کرزی چون این توافقنامه با پاکستانی ها به امضا نرسیده؟ چند قبل حکومت افغانستان نظر به اظهاراتی که داشتن، مخصوصا جناب سخنگوی، با سیاست متحرکشان اردوی ما را تربیه شد اختیار پاکستان گذاشتن و امروز سازمان استخباراتی ما را در اختیار پاکستان میگذارن. خدا نخواسته ترسم از ایست که یک روز سیاست خارجی ما را عملا در اختیار پاکستان بگذارن و پاکستان ولی... آقای فرید، فکر نمیکنین مسئله امنیت ملی جدیتر از مسئله سیاست خارجی است؟ بله. اینا از تمام اطلاعات کشوری شما که آگاه میشن؟ بله آگاه میشن. و ما عرضم ایست که ما امیدوار هستم که پارلمان افغانستان، امیدوار هستم که مردم افغانستان
توضیح بخواهند از حکومت که هدفشان از امضای همچی یک مسئله چیست؟ آیا نوکری پاکستان است؟ فروش افغانستان است به پاکستان؟ یا معامله دیگه در کار است که ملت نمیدانه؟ امیدوار هستم که با این قضیه ملت یک محاسبه جدی داشته باشد. سپاسگزار از شما مولانا فرید، تحلیلگر مسائل سیاسی. ممنون از حضورتان. در یک حمله انتحاری در جاده هواشناسی کابل 3 تن کشته و 23 تن دیگر زخم برداشتند. اتحادیه اروپا میگوید که هدف نیروهای آنان بوده و در این حمله یک سرباز آنان کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله میگوید که در این رویداد 8 زن، 3 کودک و 7 مرد زخم برداشتند. طالبان با پخش خبرنامه مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. کسی به دنبال مادر، کسی به دنبال پسر و کسان دیگر هم به دنبال دلبندانشان سرگردان هستند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی این رویداد هستند. بساط غم و اندوه یک بار دیگر بر زندگی بسیاری از خانواده های این محل پهن شد. من رو دکان شدم و تلویزیون سعی میکنم. تلویزیون سعی میکنم که اگه وقتی همین تختا و یا کلی دیگه سر مقل کرد. من ایتا فکر کردم که هم تلویزیون انتجار کرد. بیرو برای منم که یک نفر در اون موتر هم میبینه اون ماشین. بله بله. یعنی قسمت بند مانده. بند مانده یک دفعه ایره کشیدم. ایره کشیدم برای منم که دو تا دخترک شهید شده یک دفعه سیاسر دیگه. پای شکسته بودی رو بسته کردم. موتر پلیس. یعنی زیاد غیر نظامی بود. نظامی هیچ کس نبود. اینجا جاده هواشناسی است، یکی از مهمترین مکانهای پایتخت. حمله برخواسته از انفجار مواد جاسازی شده در یک موتر بوده است. حتی در دوردست ها باید مواظب گام ها بود، چون در چهار سو فراوان پارچه های از جسد های غیر نظامیان پهن شده است. هرچند هدف حمله کننده نظامیان خارجی بودند، اما بیشتر آسیب دیدگان این رویداد غیر نظامیان بودند و در واقع در صبح زود این محل یکی از پر رفت آمدترین محل های کابل است که غیر نظامیان بیشتر رفت آمد دارند. آب کشمش فروشی که صبح زود به دنبال نقمنان برآمده بود در چند متری حمله کننده قرار داشت و بیخبر از آن که طعم این حمله می شود. بخب بازه که از بدترین خاطره زندگیش برای من می گوید. اینجا بغیر اینجا خواب بودم همی کشمشه و والای بیچاره بسیار زیاد زخمی شده. دمی یک گلاس کشمشه و گرفتم که میخوردم. گلاس اکمه دادم ایش یک رقم یک انفجار شد که هیچ نفهمیدم دیگه چی گفت. از کس شما از کس؟ از من یک شاگردم همیجا بود شیشه گرفتش زخمی شده. مردم همه سرگردان هستند. نظامیان خارجی هم در نتیجه این رویداد روزگار خوشی ندارند. همه نهادهای امنیتی برای بررسی این رویداد دستهایشان را یک جا ساختند. اینجا در شفاخانه وزیر اکبر خان پزشکان یک روز مصروفی را آغاز کردند. بیشتر زخمی شدگان این رویداد به اینجا انتقال داده شدند. در نون رازی انتحاری پیکی چخه چه در میدان اقای پیشاوخواه سیمه کشی و شبخانی تا جمعان 15 کسا مراجعه کردی چه پرده که در ویشتی زخمیان دی و دو نفر انجونی دی اقا به شهادت رسیدی. این یکی از مکانهای راه بردی در کابل است، جایی که در نزدیک محل رویداد میدان هوایی حامد کرزی، نهادهای آموزشی ارتش و در پایان این جاده هم میدان هوایی نظامی که بیشتر در آن نظامیان خارجی هستند واقع شده است. 3 تن از ربوده شدگان در پکتیا هنوز نزد گروگانگیرانند. فرماندهی پلیس پکتیا میگوید که از روز شنبه تا اکنون بیشتر گروگانان از دست مخالفان مسلح دولت آزاد شدند و تنها 3 تن از شهروندان کشور هنوز هم نزد این افراد ماندند. این در حالی است که مردم و شماری از نمایندگان مجلس افزایش گروگانگیری ها را در کشور
بهانه برای خالی ساختن زندان‌های کشور از وجود هراس‌افگنان می‌دانند و تاکید می‌ورزند که اگر حکومت با این گروگانگیری‌ها برخورد جدی نداشته باشد، تن دادن به معامله هراس‌افگنان را جسورتر خواهد ساخت. با گذشت هر روز دامنه گروگانگیری‌ها از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور گسترش می‌یابد. گروگانگیری هایی که به باور آگاهان روش تازه مخالفان مسلح دولت است برای رهایی همقطاران زندانیشان و نیز برای دریافت پول. در گروگانگیری زابل پس از نزدیک به 80 روز 19 تن از گروگانان از غزنی سر در آوردند و گفته می شود که با بیشتر از 20 زندانی کودک و 4 زن مربوط به جنگجویان خارجی مبادله شدند. البته با تأسف بگویم که در بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی مجموعه از نهادهای کشفی استخباراتی افغانستان به حالت رکود قرار دارند. ما هیچ گونه تحرک فعال اپراتیفی نداریم. اکثرا حقایق از مردم و مطبوعات پنهان میکنیم. هنوز از سرنوشت کسان دیگری که در نزد گروگانگیران در زابل هستند خبری نیست. روز شنبه گروگانگیران شمار دیگر مسافران را در ولسوالی سید کرم پکتیا رو بودند. گفته می شود که بیشتر گروگانگیران افراد خارجی هستند. در منطقه کسایی که بلد هستند رهنمایی می کنند، دیگه اکثرشان مردم های خارجی هست. 4 نفر از هموطنان ما نزد از ما مانده بود، تا صبح وقت گافور بود که یک نفر دیگه شام رها شده، 3 نفر مانده. دلته د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نه ده موجوده. کشفي ارګانونه ډیر ضعیف دي، یعنی دوی د دښمن د توطیو د دښمن د خبر پروګرامونو نه هیڅ خبر نه لري او کول لري د هغې په مقابل کې اقدام نه کوي. وزارت امور داخله میگوید که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شهرهای کشور تلاش جدی میکند. کورنیو چهار وزارت امنیتی طرحی هم وړاندې کړی دی حکومت، او اوس هم په ګډه سره ټول امنیتي ځواکونه د لویو لارو امنیت خوندي کوو او دا زموږ اساسي وظیفه ده. در این حال باشندگان پایتخت میگویند که حکومت با خوشنودی در برابر خواست های مخالفان گردن می نهد. یک سری معاملات پشت پرده جریان داره و حکومت متاسفانه ای رو برای شهروندان افغانستان هیچ وقت این معاملات پشت پرده را ظاهر نمی سازد. کی دانش که من یار کسی که من دی وطن ما که من چی رقم این حکومت است، حکومت با نگاه کنه کل گپ خدا بفهمد. از ماه دلو سال پار تا کنون این گروگانگیری ها برای مردم پریشانی های بسیار ایجاد کرده اند. در چنین وضعیتی علاقمندی مردم و مسافرت در شهرهای کشور کمتر شده است و گفته می شود که شرکت های مسافربری نیز کار و بارشان را تا 70% از دست داده اند. حکومت برای تامین امنیت در بخش‌های از کشور جنگ افزارهای بسیاری را به افراد غیر مسئول سپرده است. برخی از نمایندگان مجلس با بیان این مطلب میگویند که چون این کار نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند که حکومت برای تامین امنیت کشور باید تنها روی نظامیان خودش حساب کند. اما وزارت‌های دفاع و داخله توزیع جنگ افزارها را به افراد غیر مسئول رد می‌کنند. توزیع جنگ افزارها به گروه های غیر مسئول یکی از نگرانی های است که با گرم شدن این فصل جنگ بالا گرفته است. افغانستان بارها از کمبود تجهیزات انگشت انتقاد به سوی غرب بلند کرده است. اما پرسش اینجاست که حکومت چرا جنگ افزارهایش را به افراد غیر مسئول می سپارد؟ دولت خودش مراجعه کرده به افرادی که توانمندی داره، افرادی که سلاح داره که در مقابل طالب از برنامه های دولت حمایت بکنه و در مقابل طالب استادگی بکنه. یکی از نگرانی های دیگر این است که اگر روند توزیع جنگ افزارها همین گونه از سوی حکومت ادامه یابد، اداره گروه هایی که این جنگ افزارها را به دست می آورند مشکل خواهد بود. و چه ضمانت وجود دارد که این گروه ها به یک دردسر به حکومت افغانستان مبدل نشوند؟ توزیع سلاح به مردم یا به افراد غیر مسئول در عدم یک مکانیزم شفاف و یک طرز عمل سنجیده شده که در اون طرز عمل مکانیزم کنترل از کسایی را که ما سلامتیم که اینا چگونه اهداف دولت در پندار و گفتار و کردار خود و مردم تمثیل بکنن و مثال بزنن، در عدم اینطور یک پروسه جنجال آفرین است. اما نهادهای امنیتی ظاهرا توزیع جنگ افزارها را به گروه های غیر مسئول رد می کند.
از طرف وزارت امور داخله افغانستان بر افراد، اشخاص، مردم ملکی اطلاع داده باشه، یک یقین داشته باشین که درست نیست. همین اکنون افغانستان بیش از 350,000 نظامی دارد. نظامیان که با هزینه های گزاف به اینجا رسیدند و صدهای زیاد گذشتند تا امنیت کشور را به تنهایی تأمین کنند. اما پرسش به میان می آید که اگر قرار بود امنیت بخشای از کشور از سوی افراد مسلح غیر مسئول تأمین شود، چه نیازی به این همه هزینه های گزاف برای آموزش و مجهز ساختن نظامیان افغان بود؟ تا لحظات دیگر. جان کری در کوریای جنوبی. باز هم خوش آمدید. محکوم شدن محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به مرگ با واکنش های گوناگون روبرو شده است، در حالی که شماری از شهروندان مصر از حکم دادگاه در قاهره استقبال می کنند. اما این حکم با انتقاد های آمریکا و سازمان عفو بین الملل روبرو شده است. در این حال عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان نیست از حکم دادگاه قاهره انتقاد می کند و می گوید که مصر باید از پاکستان بیاموزد. پس از آن که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به جرم فرار از زندان و دست داشتن در فرار 20,000 زندانی دیگر از سوی دادگاه در قاهره به مرگ محکوم شد، شمار از شهروندان مصر از این حکم دادگاه استقبال می کنند. ما می خواهیم که اوضاع در کشور عادی شود و جنایتکاران اعدام گردند. می خواهم که درباره اعضای دیگر جنبش اخوان المسلمین نیز چنین حکم صادر شود و می خواهم که هر کدام از آنان هرچی زودتر محاکمه شوند. در همین حال وکیل مدافع محمد مرسی می گوید که وی با استیناف طلبی از موکلش دفاع خواهد کرد. ما باید انتظار بکشیم تا مفتی اعظم درباره این حکم دادگاه چی می گوید. روشن است که ما استیناف طلب خواهیم شد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از حکم صادر شده دادگاه درباره محمد مرسی و بیش از 100 تن دیگر سخت نگران است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این حکم با تعهدات جهانی مصر مغایرت دارد. محمد مرسی که نزدیک به 2 سال پیش از سوی ارتش مصر از قدرت برکنار شد، بر روز شنبه به مرگ محکوم گشت و قرار است بر روز 2 ماه آینده میلادی مفتی اعظم مصر تصمیم نهایی را درباره حکم دادگاه اعلام کند. وزیر خارجه آمریکا امروز به پایتخت کوریای جنوبی رسید. این سفر جان کری در حالی انجام می شود که آزمایش موشکی کوریای شمالی از یک زیردریایی تنش‌ها در شبه جزیره کوریا را افزایش داده است. تا لحظات دیگر. از فعالیت بازماندن 8,000 شرکت ساختمانی و رکود بخش ساختمانسازی. باز هم خوش آمدید. و از 10,000 شرکت ساختمانی که در 13 سال گذشته ایجاد شدند، در حال حاضر نزدیک به 8,000 شرکت از فعالیت بازماندند. سرعت ساخت و ساز در 13 سال گذشته سبب شد که بیش از 10,000 شرکت ساختمانی در کشور ایجاد شوند. اما اکنون به گفته مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی، با بیرون شدن نیروهای خارجی و کاهش پروژه های ساختمانی، این شرکت ها که میلیاردها دلار در کشور سرمایه گذاری کردند با رکود روبرو شدند. از سوی هم نبود پروژه های زیربنایی از سوی دولت و مشکلات در قانون تدارکات، این شرکت های ساختمانی را از گرفتن قراردادهای دولتی نیز ناامید ساخته است. یگانه سکتوری که در افغانستان بوده و از سکتور ساختمان است که در این بیلیون ها دلار سرمایه گذاری شده، کار شده و بیلیون ها دارد آمدن و پروژه روی تکمیل شده که بسیار سرمایه کلان است و هم شرکت های ساختمانی یک سرمایه خوب دارند، همیاله که به خارج مملکت میرن یک سرمایه دارند که میرن در اونجا سرمایه گذاری کنند. از سوی هم وزیر فواید عامه میگوید که برای عملی ساختن پروژه های این وزارت شرکت های داخلی را در اولویت قرار خواهند داد. در چوکات وزارت فواید عامه اولویت ما در دادن پروژه ها به شرکت های ساختمانی داخلی خواهد بود. تلاش ما این است که شرکت های ساختمانی، اون چیزی که پیشتر هم عرض کردم،
در مرحله اول ما بتانیم اینا یک طبقه بندی صحیح انجام بدیم که هر شرکت تا چه حد ظرفیت داره و چقدر میتونه پروژه بگیره. در این در حالی است که گفته می شود با توجه به مشکلات در روند تدارکات پروژه های نهادهای دولتی، شمار زیادی از شرکت های ساختمانی حاضر نیستند تا پروژه های دولتی را عملی سازند. آنان می گویند که وجود فساد اداری در نهادهای دولتی کار آنان را با مشکلات فراوان روبرو می سازد. و نگاه دیگر به چند خبر. ریاست امنیت ملی افغانستان در یک اقدام بی سابقه با سازمان استخبارات پاکستان موافقت نامه همکاری امضا کرد. در یک حمله انتحاری در جاده هواشناسی کابل، 3 تن کشته و 23 تن دیگر زخم برداشتند. و عمران خان در واکنش به محکومیت مرسی به اعدام میگوید مصر باید از پاکستان بیاموزد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.